إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در ایام و لیالی دهه آخر ماه رمضان هستیم، میخواهم چند نکته دیگر هم درباره اهمیت و فضیلت شب قدر خدمت به عرض برسانم. عزیزان، برادران، خواهران، روزها روزهای پایانی ماه رمضان هست. نکند ما مصداق، خدای نخواسته، مصداق اون کسانی قرار بگیریم که برات آزادی از آتش جهنم رو در این ماه نگرفتند. نکند از او انسانهایی باشیم که نتوانسته است از این ایام استفاده کند و خود را به ساحل نجات برساند. من میخواهم عرض کنم که شب قدر کوتاه است، گذراست، اما فرصت خیلی خوبی هست که ما بتوانیم با اعمال خود این شب قدر رو درک کنیم و از فضائل اون استفاده کنیم. تنها به ذکر تنها کافی نیست، بلکه میخواهم یک گفتگویی که بین حضرت موسی علیه السلام با خدا بوده، چون موسی کلیم الله بوده، مستقیما با خدا در ارتباط بوده، خدمت شما به عرض برسانم و از اون استفاده کنیم. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: قال موسی الهی ارید قربک، خدایا من میخواهم در قرب تو باشم، در نزدیکی تو باشم. خداوند فرمود: قال قربی لمن یستقیض لیلة القدر، قرب من برای کسی میرسد که بتواند این شب را زنده بدارد، بیدار بماند. بعد فرمودند: قال الهی ارید رحمتک، خدایا من رحمت تو را میخواهم. فرمود: رحمتی لمن رحم المساکین لیلة القدر، رحمت من بر او کسی میرسد که رحم کند در این شب قدر بر مساکین. ما چقدر مسکین داریم، یتیم داریم با این حادثاتی که در جهان اسلام به وجود آمده است. قال الهی ارید الجواز علی الصراط، خدایا من میخواهم از صراط عبور کنم، راحت عبور کنم. فرمودن: ذالک لمن تصدق بصدقه فی لیلة القدر، این جواز عبور رو بر کسی میدهند که صدقه در شب قدر بدهند. همه اعمال خوب هست، مخصوصا این اعمالی را که فرمودند: الهی ارید من اشجار الجنه و ثمارها، خدای من میخواهم از میوه های بهشت، نعمت های بهشت استفاده کنم. فرمودن: قال ذالک لمن سبح تسبیحة فی لیلة القدر، این برای کسی میرسد که در این شب تسبیح کند. قال الهی ارید النجا، خدای من میخواهم نجات پیدا بکنم. النجات من النار، از اون آتشی که انسان تصورش رو هم نمیتواند بکند. فرمودند، خدا فرمود: نعم قال ذلک لمن استغفر فی لیلة القدر، بله نجات از آتش بر کسی میرسد که این شب استغفار کند. الهی ارید رضاک، خدایا من رضای تو را میخواهم. خداوند فرمود: رضایی لمن صلا رکعتین فی لیلة القدر، شبها شبهای خیلی عالی است. اگر میخواهید که صدقه بدهید در این شب، اگر میخواهید رسیدگی به ایتام کنید این شب، حتی بزرگان سر سالشون رو در همین شبها قرار میدادند. اگر میخواهید صله رحم کنید همین شب، استغفار کنید همین شب، همه کارها در این شب انجام می شود و ثواب مضاعف بلکه بیشتر از هزار برابر بر انسان می دهد. خداوند انشاءالله همه ما را از درک کنندگان این شب قدر عنایت بگرداند و خداوند انشاءالله مغفرتش رو نصیب همه مؤمنین و مؤمنات و همه ما انشاءالله شامل حال ما بگرداند
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.